به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. در حمله طالبان به قرارگاه ارتش در ولسوالی خاشود نیمروز 20 سرباز کشته شدند. 8 صبح کابل. مسئولان محلی در ولسوالی خاشود نیمروز میگویند که در پی حمله طالبان به قرارگاه نیروهای ارتش در این ولسوالی که منام دیمزنگ موسم است 20 سرباز ارتش کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. این حمله شب گذشته به این قرارگاه صورت گرفته است. جلیل وطندوست، ولسوال خاشود روز جمعه 2 اقرب به روزنامه 8 صبح گفت که در پی این حمله قرارگاه دیمزنگ به دست گروه طالبان سقوط کرده است. به گفته او 6 سرباز ارتش نیز از سوی گروه طالبان به اسارت گرفته شده است. جلیل وطندوست گفت که گروه طالبان چهارشنبه شب گذشته نیز به این قرارگاه حمله کرده بود که در نتیجه آن 13 سرباز ارتش کشته شدند. قرارگاه دیمزنگ در مرز ولسوالی خاشرود با ولسوالی باکوی ولایت فرا موقعیت دارد. این قرارگاه مربوط به کندک دوم و لوای چهارم قلوردوی 215 میوند است. وزارت دفاع ملی و قلوردوی 215 میوند در این باره چیزی نگفته است. نیروهای دولتی در چند روز اخیر در حملات گسترده و خونین طالبان متحمل تلفات سنگین شدند. چند روز پیش در ولسوالی بهارک تخار نیز ده‌ها نیروی امنیتی در حمله طالبان کشته شدند. دو نظامی خارجی در انفجار در قندهار زخمی شد. ماموریت حمایت قاطع یعنی سازمان ناتو اعلام کرد که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت قندهار در جنوب افغانستان دو نظامی رومانیایی زخمی شدند. در اعلامیه این ماموریت که پنجشنبه 1 اقرب منتشر شده آمده است که نظامیان رومانیایی در حالی که مشغول گشت‌زنی در نزدیکی پایگاه خود بودند با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده و دو تن از این نیروها زخمی شدند. حملات راکتی طالبان در فاریاب 4 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. خبرگزاری افاق. وزارت دفاع میگوید در پی حملات راکتی طالبان بر خانه های مسکونی در ولایت فاریاب 4 غیر نظامی کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت در اعلامیه گفت که طالبان حوالی ساعت 11:50 پیش از ظهر پنجشنبه 1 اقرب بر خانه های مسکونی در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب هاوان شلی کردند. با گفته وزارت دفاع زخمیان این رویداد توسط نیروهای ارتش به شفاخانه منتقل شدند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. بارها حملات راکتی طالبان حین درگیری یا به صورت عمدی از غیر نظامیان قربانی گرفته است. در سال جاری چندین بار از قربانی شدن غیر نظامیان بر اثر حملات راکتی طالبان در فاریاب گزارش شده است. گلبدین حکمتیار در پاکستان. حکومت افغانستان دست نشانده است و قابل قبول نیست. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که به دعوت پاکستان به آن کشور سفر کرده میگوید که حکومت افغانستان دست نشانده خارجی هاست و نیاز است تا در مذاکرات بین‌المللی موضوع تشکیل حکومت جدید و مستقل بحث اصلی باشد. آقای حکمتیار این سخنان را روز چهارشنبه 30 میزان در سخنرانیش در اینستیتوت مطالعات سیاسی اسلام آباد مطرح کرده و افزوده است که حکومت جدید باید قابل قبول افغانها باشد، مستقل باشد، دست نشانده نبوده و تحمیل شده از سوی خارجی ها نباشد. او تاکید کرده که دولت آینده باید با توجه به عقاید و سنت های مردم افغانستان و بدون هیچ گونه دخالت خارجی تشکیل شود و هشدار داده که در غیر این صورت کشور به جنگ داخلی کشیده می شود. گلبدین حکمتیار در اول سال 1396 پس از حدود 2 دهه حضور در پاکستان و ایران پس از توافق صلح با حکومت وحدت ملی به کابل آمد. او در گفته های تازهش از حمایت هند از دولت افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که این حمایت به دلیل موضوع کشمیر صورت میگیرد. او از این خواست که افغانستان را در جنگ کشمیر دخیل نکند. رهبر حزب اسلامی از آغاز زود انگام گفتگوهای حزبش با طالبان نیز خبر داد و گفت که این گفتگوها برای برقراری صلح و دوام آن آغاز می شود. گفته های قلبی حکمتیار در پاکستان واکنش هایی را در پی داشت. او گفته بود که حکومت کابل خواهان ادامه جنگ است، طرفدار صلح نیست.
به دنبال این گفته ها وحید عمر مشاور ریاست جمهوری اعلام کرد که صدا حکمتیار از اسلام آباد تلاش نافرجام برای تکرار تاریخ و بر اندازی نظام است. ترامپ 19 سال حضور در افغانستان کافی است. ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر با تاکید بر خروج زود انگام نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد که 19 سال حضور نظامی در این کشور کافی است. آقای ترامپ روز چهارشنبه 30 میزان در یک گرده همایی انتخاباتی گفت که کشورش در جنگ های بی پایان خارجی قربانی های زیاده کرده است و از همین رو تمامی سربازان آمریکایی در حال برگشت از این جنگ ها به خانه های خود هستند. وای افزود من فکر میکنم 19 سال در افغانستان کافی است. آیا شما نمیگوید ما آنجا مثل یک نیروی پلیس هستیم؟ ما عالی ترین سربازان جهان را داریم. اما در آنجا مانند یک نیروی پلیس هستیم. 19 سال کافی است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این گردهمایی بر جلوگیری از قربانی شدن بیشتر سربازان و سرمایه آمریکا در جنگ های دیگر همانند جنگ افغانستان تاکید کرد و گفت ما هرگز چیز شبیه جنگ افغانستان نداشتیم که خون و گنج امریکایی ها را در جنگ و بی پایان خارجی در کشورهایی که حتی درباره آنها چیزی نشنیده ایم قربانی کنیم. او افزوده که همه این سربازان برمیگردند و ابراز امیدواری کرد که هیچ کس مخالفت نکند. رئیس جمهور آمریکا درباره اختلافات داخلی برای خروج از افغانستان نیز گفت شما فکر میکنید خروج با وجود مخالفت مجموعه های سنتی نظام آسان است، اما به هر حال همه نیروها به خانه برمیگردند. ترامپ پیش از این در توییت اعلام کرده بود که همه نظامیان آمریکایی باید تا کریسمس افغانستان را ترک کنند، اما پس از آن مقامات نظامی آمریکا بارها تاکید کردند که خروج از افغانستان مبنی بر شرایط و شرایط طالبان نسبت به تعهداتشان در توافقنامه قطر است. اخیراً حکومت افغانستان خروج زود انگام نظامیان آمریکایی را از کشور را تهدید آمیز خوانده است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور درست پی در مصاحبه گفت که در صورت خروج نیروهای آمریکایی افغانستان با خطر جنگ داخلی روبرو خواهد بود. رئیس جمهور پیشین و یا رهبر کنونی طالبان، امیت چاپ، خبرگزاری آفا. 13 سال بر افغانستان حکومت کرد، حکومت که در پی ساقط شدن رژیم طالبان روی کار آمد و طالبان از محدود گروه هایی بود که به منظور براندازی مستقیم نظام می جنگید و این جنگ هنوز هم به همان نیت و با همان شدت ادامه دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.